دوستان سلام، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز در خدمتتون هستم، میخوام یک غذایی که بدون گوشت و با کدو آماده کنم که هیچ آردی هم توش استفاده ها نشده. بریم ببینیم چطور آماده میشه. ما نیاز به 3 عدد کدو داریم که سر و ته اون رو جدا میکنید. حالا اگه دوست داشتین پوست اونم رو جدا کنید، ولی من با پوست این 3 کدو رو با رنده ها که درشت رو رنده کردم. حالا ما نیاز به نصف فلفل دلمه ای ها رنگی داریم، میتونیم یا نارنجی یا قرمز باشه. اون رو به این شکل رو جدا میکنید و هسته های داخل اون رو هم جدا بکنید و این رو با دنده درشت و رنده بکنید. حالا کمی که نمک بهش اضافه بکنید و هر دو سبزیجات رو با هم مخلوط بکنید و حدوداً 1 ربع رو صبر بکنید. از یه آبکش استفاده میکنیم، میخوایم آب اضافی این سبزیجات رو جدا کنیم. چون کدو خیلی آب میندازه، حتما باید آبش جدا بشه. اون رو چند تا چنگ بزنید و آبش رو به صورت کامل جدا بکنید و توی ظرف دیگه ها بریزید. این آب اضافیش. حالا ما نیاز به 6 تا 7 ساقه پیازچه داریم که اون رو به صورت خیلی ریز خرد میکنیم. حالا چند بار دیگه روی پیازچه ها بزنید که خیلی خوب و خرد بشه. نیاز به 1 دسته جعفری داریم که اون رو هم خیلی ریز خرد میکنیم. دوباره چند بار با چاقو روی اون بزنید تا دونه هاش ریز بشه و اون رو به کاسه میکسمون اضافه میکنیم. نیاز به پنیر داریم. حالا میتونید از پنیر مازولا که در پیتزا استفاده میشه یا پنیر دو رنگ که توی آمریکا وجود داره، دو رنگ هست، کلوبی جک بهش میگن. 100 گرم از این پنیر رو با رنده درشت و رنده بکنید و به مواد سبزیجاتتون اضافه بکنید. حالا خوب مواد رو با هم مخلوط و 1 دست کنید. در حدود 4 تا تخم مرغ برای این مقدار از سبزیجات، ما نیاز به 4 تا تخم مرغ داریم که اونو جداگانه توی کاسه همراه با نمک و که فلفل سیاه و کمی هم زردچوبه 1/2 قاشق چایخوری یا زردچوبه بهش اضافه بکنید و خوب تخم مرغ ها رو مخلوط کنید تا 1 دست بشه. این تخم مرغ رو به مخلوط سبزیجاتمون اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. من از جو 2 سرپرک نصف پیمانه استفاده کردم. اون رو آسیاب میکنم خیلی ریز بشه و به مواد کوکومون اضافه میکنم. اینجا هیچ آردی من استفاده نمیکنم، فقط از جوه 2 سرپرک و اونو خوب مخلوط میکنیم. من این کوکو رو میخوام تو فر که درست کنم. از ظرف فر استفاده میکنم، زیر اونو چرب میکنم، یه کاغذ پهن میکنم و دوباره روی اون رو هم خیلی خوب و چرب بکنید و 2 قاشق از مواد کوکو رو توی ظرف بذارید و دور اون رو تنظیم بکنید تا به صورت گرد در بیاد.
دوستان، من همه که مواد لازم رو در دیسکریپشن رو ذکر میکنم. اگه سوالی داشتین نو کامنت بذارید، در اسرع وقت و پاسخگو هستم. به این شکل مواد کوکو رو تو ظرف فر میذارم و به مدت نیم ساعت با دمای 360 درجه در فر میذارم. پنج دقیقه هم باید از بالا فر رو روشن بکنی تا پخته بشه. حالا من میتونین این ماده کوکو رو هم توی مایتابه درست کنید. توی مایتابه کمی روغن بریزید و از مواد کوکو توی اون بذارید. حدود 6 تا 7 دقیقه رو دمایی که متوسط بذارید که یک سمت کوکوی شما پخته بشه و به این شکل اون رو برگردونید و اون سمت کوکو هم حدوداً چند دقیقه که بذارید که پخته بشه. و در انتها هم برش رو کوکو بزنید و کوکوی شما آماده میشه. این کوکو بسیار نرم و خوشمزن، طعم عالی داره. حتما درست بکنید و از خوردن اون لذت ببرید. جای همگی خالی، بسیار خوشمزه و لذیذه. دوستان، ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید، کانالم رو سابسکرایب کنید، هر سوالی داشتین رو کامنت بذارید، من پاسخگو هستم. امیدوارم این کوکوی خوشمزه رو درست کنید. تا یک ویدیوی دیگه و یک غذای خوشمزه دیگه، خداحافظ شما.